همزمان با 20مین سالگرد ایجاد واحد پولی یورو، یورونیوز با ماریو سنتانو رئیس گروه وزیران دارایی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حوزه پولی یورو، برگزیت و چشمانداز اقتصادی سال 2019 گفتگو کرده است. ماریو سنتانو رئیس یورو گروپ با ماست. آقای سنتانو سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای سنتانو، شما یک سال پیش ریاست گروه وزیران دارایی اتحادیه اروپا را بر عهده گرفتید. برجسته ترین عملکردتان در این مدت چه بوده؟ ما امسال دو وظیفه بزرگ داشتیم. نخست آنکه در نشست آخر سال گذشته در ماه دسامبر درباره طرح اصلاح یورو به توافق برسیم که اصلاح بسیار بزرگی پس از زمان بحران است. و دومی پایان دادن به سومین برنامه کمک‌های مالی به یونان بود. بنابراین 20 اوت روز بسیار مهمی برای حوزه پولی یورو بود، چون این برنامه کمک‌های مالی در آن روز تمام شد. بنابراین نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر نخستین دیداری بود که بدون بحث درباره برنامه کمک‌های مالی انجام شد. اینکه یونان بعد از این همه سال بالاخره از برنامه کمک‌های مالی خارج شد چقدر اهمیت دارد؟ این نکته برای همه اعضا و به ویژه برای یونان مهم است. سه برنامه، 8 سال زمان، اقدامات ریاضتی بسیار سخت و اصلاحات بسیار که انتظار داریم به رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی بیانجامد. گرچه همچنان کارهای بسیاری باقی مانده، اما یونان بالاخره دارد از پس مشکلات و مسائل خودش بر می آید. بسیار مهم است که دیگر کمک مالی نیاز نیست. یونان رسما آخرین کشوری بود که از برنامه کمک‌های مالی خارج شد. حالا اقتصاد یورو دوره نقاهت را می‌گذراند یا آنکه به رشدی پویا رسیده؟ در سال 2017 رشد اقتصادی ما جهش قابل توجهی داشت که همه کشورها در آن سهیم بودند و بیش از 1.5% رشد اقتصادی داشتند. در سال 2018 شاهد افتی اندک و همچنین کمی مخاطره و عدم اطمینان بودیم که در اقتصاد امری است کاملا طبیعی. بنابراین نباید بترسیم. اما نکته مثبت حوزه پولی یورو آن است که امروز برای سر و سامان دادن به این نوسانات بهترین شاخص ها را در اختیار داریم. بودجه متوازن تمامی حوزه پولی یورو، یعنی صرفه‌جویی بزرگی که انجام شده، حدود 3% از تولید ناخالص داخلی کشورهای این حوزه بوده. سازوکارهای عظیم تنظیم بودجه که در اختیار داریم از جمله نکات مثبتی است که می توانیم با آنها نوسانات آینده را کنترل کنیم. گرچه سال 2018 نسبت به سال 2017 رشد ما کمی افت داشت، اما نرخ سرمایه گذاری در انتهای سال حکایت از رشد میزان سرمایه گذاری داشت که حتی بیشتر از دوران پیش از بحران بود. سال 2019 سال بسیار مهمی برای حوزه پولی یورو به شمار می رود. تأثیر برگزیت را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ نوعی تطابق ساختاری است که برای عوامل اقتصادی، خانواده ها و شرکت ها کمی زمان می برد. باید به آنها وقت داد. تأثیر این امر از کشور به کشور فرق می کند. برگزیت مستقیم روی ایرلند تأثیر می‌گذارد و بعد هم هلند قرار دارد. اما در نهایت تمامی اعضای حوزه پولی یورو باید تطابق پیدا کنند و بریتانیا هم همینطور. اما خطر حاصل از تنش‌های تجاری می‌تواند چه تأثیری بر اقتصاد داشته باشد؟ شش ماه پیش خبر تنش‌های تجاری بیشتر از امروز شنیده می‌شد. خوشبختانه سیاست‌گذاران توانستند همکاری کنند. نشست‌های مهمی در طول تابستان گذشته برگزار شد و تنش‌های اینچنینی اکنون بسیار کمتر شده است. برای همین خوشبین هستم. Three tensions are now much more reduced.
اگر با مسائل سیاسی کنار بیاییم و به یاد داشته باشیم که راهکارهایمان باید برای شهروندان کارآمد باشد، می توانیم برای مسائل پیچیده هم پاسخهای مناسبی پیدا کنیم. در نتیجه جنبش‌های دیگری هم پدید می‌آید که در چهارچوب مؤسسات ما نیست و باید از آنها اجتناب کرد. اما سال 2019 سال یک چرخه سیاسی تازه در پارلمان اروپا نیز هست. بنابراین کمیسیون و پارلمان بدنه عملکردی جدیدی خواهند داشت. آیا فکر می‌کنید اساساً کشورهای عضو حوزه پولی یورو بعد از انتخابات پیش رو تغییرات جدی خواهند داشت؟ من چندان طرفدار تغییرات بزرگ و از بالا نیستم. معتقدم باید قدم به قدم پیش رفت. فقط به این طریق می‌توان این شیوه را به شهروندان آموخت و همه را به نوعی در فرایند اصلاحات وارد کرد. پس باید کاملا صادق باشم. انتظار ندارم انتخابات تغییر آنچنانی ایجاد کند. هر چقدر مؤسسات رشد یافته تر باشند، چک‌ها و گردش مالی آنها سنگین تر خواهد بود و ما باید با همبستگی بیشتری درباره آنها تصمیم گیری کنیم. بنابراین امسال در امتداد فرایندی که هم اکنون داریم سال تغییرات خواهد بود. آیا با توجه به انتخابات پیش رو در ماه می، افزایش بدبینی نسبت به یورو در رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده؟ امری کاملا متناقض است، چرا که پشتیبانی مردم از یورو در حال حاضر در بالاترین سطح خود است. البته نگرانی هایی هم هست، اما این نگرانی ها به این معنا نیست که از هم فرو می پاشیم. در واقع همانطور که می دانید، هنگام بحران بسیاری روی این شرط می بندند که یورو دوام نمی آورد. اما تعهد سیاسی توانست ما، یعنی حوزه پولی یورو را تقویت کند. من نه خطرات اینچنینی در کار می‌بینم و نه اینکه بخواهیم شیوه برخوردمان را با مؤسسات به شکل کلی زیر رو کنیم. Mario Centeno, thank you so much for this interview. Thank you, Sasha. Thank you for having me.